18 تیر در تاریخ 40 ساله حکومت اسلامی به جنبش دانشجویی مشهور است. جنبشی که اکنون به تاریخ پیوست، از دو جهت به تاریخ پیوست، هم از جهت زمان که مربوط به 20 سال قبل است و از نظر موضوعیت که اکنون وقوع چنین جنبشی نه امکان پذیر است و نه معنا دارد، چرا که جنبش کنونی بی آنکه فعلا شاهد حضور خیابانی آن باشیم چنان فراگیر عمومی است که نمیتواند به نام یک قشر مشخصی ثبت شود. 18 تیر خاص دانشجویان بود، با خواسته های اولیه دانشجویی که قطعا مقابله با استبداد در آن به خوبی لحاظ بود. تردید نیست که جنبش دانشجویی سال 78 از جنبش های اعتراضی مهم علیه خودکامگی جمهوری اسلامی است، اما به دلیل مهر دانشجویی نتوانست در وسعت اجتماع خود را به بدنه جامعه متصل کند. در مجموع این جنبش را می باید همچون مراحلی تجربی برای آماده شدن عمومی نگریست، تجربه هایی که در زمان جنبش سبز مقداری به کار معترضان آمد. می شود سردسته ها و رهبران جنبش دانشجویی را در دوره جنبش سبز همراه دید. کسانی در باور اصلاح حکومتی همچنان امیدوار به تأثیر عبای شکلاتی در برون رفت از مشکلات کشور بودند. اما از دی ماه سال 96 جنبش اعتراضی مردم ایران به سمتی رفت که از نظر فکری وامدار دو جنبش پیشین نیست. نقطه مشخص و برجسته خیزش های اعتراضی در بیش از 90 شهر کشور در دی ماه سال 96 گذر از حاکمیت اسلامی با دو جناح مشخص محافظه‌کار و اصلاح طلب بود، یعنی از کل نظام اسلامی و چه متمایز دیگر جنبش 96 که هر روز به جریان فکری آن افسوده می شود، باور ناسیونالیستی آشکار در عبور از حکومت دینسالار است. پس از 4 دهه اعتراضی آشکار شد که نماد ملی و ناسیونالیستی آن در ستایش از بنیانگذار ایران نوین رضا شاه خود را جلوگر ساخت. از این جهت خیزش سال 96 آغاز یک پایان است، آغازی که پایان و در هم شکستن کلیت نظام اسلامی را نشانه گرفته است. اهداف این جنبش که اکنون در موقعیت آن به سر می‌بریم و هر روز پایه‌ها و خواسته‌های آن قدرتمندتر می‌شود و با ارزش‌های سکولار و حکومت ملی تقویت می‌شود، از این رو خواست ارزش‌های ملی و سکولار و گذر از همه جناح‌های حکومت اسلامی چنان در سطح ملی برجسته است که جنبشی در مقیاس دانشجویی را نمی‌تواند به عنوان یک خرد جنبش در خود ببیند. این به معنای بی اثر و یا بی ارزش بودن جنبش دانشجویی 20 سال قبل نیست، بلکه در حال حاضر جنبش درخواست ملی خود چنان وسیع و در عین حال رادیکال است که همه خواسته ها را در خود جای می دهد. از حقوق زنان در همه ابعاد تا حقوق ادیان و آزادی های اجتماعی و سیاسی و دانشجویی، جنبش جدید برعکس اغلب جنبش های شکل گرفته در 4 دهه اخیر داخل ایران خود را در قالب چارچوب و تمامیت فکری و سیاسی حکومت اسلامی تعریف نمی کند، بلکه خواست و جهت حرکت آن به گذر از جمهوری اسلامی به سمت تفکری سیاسی است که در ابتدا منافع ملی و میهنی را تامین و تضمین می کند. پس از دی ماه 96 رشد و توسعه و باززایی جریان‌های فکری سیاسی در جامعه داخل و خارج از ایران به شدت رو به افزایش داشته است. اکنون اغلب سطوح جامعه ایرانی خواسته های خود را در قالب اعتصاب و اعتراض و شعار و حرکت های اینترنتی مانند طوفان های توییتری و غیره بیان و مطرح کرده و می کنند. روشن است از آنجایی که این جنبش ها و حرکات به طور روزافزون رو به افزایشند، در مجموع جامعه ایران هر روز بیشتر به این نتیجه نزدیک می شود که نظام اسلامی هرگز نه تنها نخواهد توانست خواسته های آنها را برآورده کند، که هرگز به این خواسته ها سر تعظیم فرود نخواهد آورد و اصولا خواسته های به حق جامعه کنونی ایران را بیجا و خارج از اندیشه فکری و عقیدتی خود می داند. از گسستی که بین نظام اسلامی و مردم ایران به وجود آمده، اندیشه های تجدد خواهانه و مدرن در حال جوشیدن و فوران است. اندیشه هایی که ریشه در رویای ایرانی مدرن و مترقی دارد، ایرانی سربلند که در خود دستاوردهای توسعه و مدرنیته را دارد، اما بی‌هویت نیست و رنگ و بوی چیزی جز ایران نمی‌دهد.
ایرانی که حقوق انسانی و ملی برای شهروندان آن رعایت می شود و به آینده خود امیدوار است و این امید و خوشبختی را با جشن‌ها و مناسبت‌های ملی و تاریخی خود بزرگ می دارد و به جشن پایکوبی می پردازد. تحقق این رویای ملی نیازمند گسست جامعه ایران است، از آنچه ما را از تجدد باز داشته در این حال ما را از هویت ایرانی نیز باز می دارد. هویتی که بارها این سرزمین را از گزند انواع مهاجمان و تجزیه و اضمحلال نجات داد، این هویت این بار نیز ما را نجات خواهد داد که ایران درست مثل امروز دچار اشغالگران و راهزنان بود و شور ملی و میهنی متجاوزین و اشغالگران را از این کشور بیرون کرد. دوباره شور ایرانیت در رگ‌های مردم این سرزمین خواهد جوشید و این جوش و این خروش به تفکری و به تمدنی ایرانی منجر خواهد شد که در عین ملی‌گرایی دارای بالاترین حقوق و استانداردهای انسانی برای ساکنین این سرزمین خواهد بود و ایرانی را به جایگاه واقعی خود در میان جهانیان باز خواهد گرداند.